بیگانه شدن جامعه سیاسی ما با مسئله فشار در خیابان، این یه پدیده ایه که فرهنگ سیاسی در ایران رو محافظه‌کار کرده. عرض سلام دارم خدمتتون خانم دکتر خاتم، ممنون این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. خب ما بحث آینده ایران رو مدتی هستش که گفتگوهاش رو با افرادی که تحلیل یا ایده هایی در مورد آینده ایران دارن آغاز کردیم. دلیل عمدش هم تحولات چند ماه اخیر جامعه ایران بوده که شاید مسئله ابهام در مورد آینده رو خیلی بیشتر از قبل برای ما پررنگ کرده. خب وقتی بخوایم در مورد آینده ایران صحبت بکنیم، حتما به این جنبش اخیر، اصطلاحاً جنبش زن زندگی آزادی، گره میخوریم. اینکه ماهیت این جنبش چیه، اگر اطلاق عبارت جنبش عبارت صحیح باشه از نظر شما، ماهیتش چیه، چه امکاناتی رو در مورد آینده پیش روی ما قرار میده و چقدر ظرفیت تحقق اون امکانات رو داره. ممنون میشم دیدگاهتون رو با ما در میون بذارین و بتونیم در موردش با همدیگه گفتگو بکنیم. ممنونم از دعوت و همچنین از مقدمه‌ای که به بحث گفتین. برای منم بحث مهمی هستین، چون علی‌رغم اینکه ادبیات زیادی راجع به خود این جنبش تولید شده، ولی رابطه این جنبش با لایه‌های مختلف جامعه ایران و به ویژه علل ناکامی‌هاش کمتر بررسی شده. یعنی به هر حال مثل هر جنبش دیگه‌ای که در یه مقطعی فرصت به حضور لایه‌های حذف شده تو جامعه میده و صداشون شنیده میشه، همه ما رو دوچار یه نوع هیجان شیفتگی نسبت به توانها و پتانسیل‌های جنبش میکنه. ولی در این حال در همون زمان لازمه که ما کمبودها و به اصطلاح چالش هایی که جنبش باش درگیر هست برای اینکه واقعا بتونه یه تحول عمیق‌تری ایجاد کنه در جامعه نگاه کنیم، این فرصت کم بوده. و بنابراین من بحث ایران بعد از جنبش ژینا رو از این زاویه دنبال میکنم که ببینیم به اصطلاح ساختار سیاسی و اجتماعی ایران در چه وضعیتی بود، بحرانهایی که درگیرش بودیم چی بودن و این جنبش کدوم از بحرانها صدا داد، کدوم از بحرانها در لایه‌های پوشیده تر این جنبش باقی موند و اینا چطور در فضای بعد از این، فضایی که به هر حال تغییر پیدا کرده، گرچه عمدتاً جنبش در دستیابی به بخش از اهدافش ناکام مونده، ولی هم به دلیل کامیابی‌هایی که داشته هم به دلیل تغییراتی که در نیروهای اجتماعی ایجاد کرده که به اصطلاح آثار ناخواسته این جنبش میتونه قلمداد بشه، یعنی تغییر جامعه سیاسی ایران. من میخوام رو اون هم یه توجهی بکنم که هدفش نبود این جنبش، ولی به طور ناگزیر هم دولت رو متحول کرده، هم نیروهایی رو که در اصطلاح نهادهای به اصطلاح رقیب با دولت یا به مفهوم به اصطلاح قدرت حاکمه هستند عوض کرده. به این تعبیر اگه اجازه بدی من بحثم رو با یه اشارهی به حکومت‌های اقدارگرای اکثریت پایه شروع کنم که به نظرم میرسه که دولت در ایران هم واجده یه همچین مشخصاتی است. در واقع تا مدت ها جمهوری اسلامی، شاید برای 3 دهه بتونیم بگیم، با سیاستی شناخته میشد که سیاستی جناحی بهش میگفتیم. یعنی در واقع از بعد از انقلاب این قدرت سیاسی تازه منقسم بود به جناح‌هایی که با هم رقابت‌های کلیدی داشتن و این وضعیت حالا در طول دهه 60 پنهان‌تر، در طول دهه 70 بسیار آشکار شد و به نوعی این سیاست جناحی بود که مردم بخشی از به هر حال خواسته ها و انعکاسی از مسائل خودشون رو در این درگیری ها و در این تضادهای جناحی میدونه منعکس میدیدن. ما میدونیم که به هر حال با توجه به اینکه تعداد کشورهایی که جمهوری هایی دارن که انتخابات داره ولی اقتدارگرایی هم در واقع با مشخصات اصلیش در سیستم دیده میشه، میدونیم که با برگزاری انتخابات یک نظام دموکراتیک نمیشه، ولی این سیاست جناحی در یه دوره‌هایی از سرنوشت به هر حال جامعه ما خصلت دموکراتیک هم پیدا کرد و از علاوه بر اون اکثریتی که پایه
رژیم سیاسی تلقی میشد، یه نیروهای تازه‌ای رو هم میدان داد و وارد صحنه کرد، در حالی که به هر حال در این جمهوری‌های به اصطلاح اقتدارگرا گاهی واقعا این خصلت هم نیست، یعنی یک کاملا انتخابات کنترل شده یه بین مثلا یکی دو حزبی که در با هم رقابت دارن، خود احزاب کنترل شده هستن کاملا و هیچ چیز به اصطلاح پیش بینی نشده در صحنه سیاست به اون معنایی که ما در ایران شاهدش بودیم رخ نمیده. عرض من این بودش که در یه مقطعی به دلیل تحولاتی که به هر حال و رقابت‌هایی که بین این جراح‌ها وجود داشت و ظرفیت‌های محدودی که قانون اساسی و نظام به اصطلاح جامعه سیاسی برای پیشبرد و پیشبرد دموکراسی و گشوده شدن بیشتر حکومت به سمت به اصطلاح خواسته های تحولی جامعه داشت، دوران سیاست جناحی به پایان رسید. این رو مقطعش رو حالا چه انتخابات 88 بگذاریم که اعتراض جدی به اساس شیوه برگزاری انتخابات در ایران بود که یکی از رکن‌های دموکراسیه، چه چند سال قبل‌تر یا بعدترش، تفاوتی زیادی نمی‌کنه، برای که مشخصه های به اصطلاح اون سیاست جناحی که معناش این بود که مردم به هر حال این درگیری ها و دعواهای در بارا رو انعکاسی از مسائل خودشون ببینن، اونجایی به پایان رسید که این بحث انتخاب بین بد و بدتر مطرح شد. در واقع یه نوع توافق جامعه برای اینکه از به یک آینده بدتری فرو نقلته موجب مشارکت در انتخابات شد و ما میتونیم به هر حال این شعار بد و بدتر رو اون به اصطلاح به عنوان نماد یا گفتمانی که پایان اون سیاست رو اعلام میکنه ببینیم. در وقتی که شما با این سیاست جناحی دیگه معنای انعکاس دعواهای داخل جامعه و نیازها و فشارهای اجتماعی رو نداره، برای اون فشارهای اجتماعی شکلهای دیگه ای از بروز و ظهور فراهم میشه که به صورت جنبش‌های اجتماعی ما اونا رو میشناسیم، یعنی خیزش هایی هستن که ممکنه گاهی فرم شورش های شهری و به اصطلاح روستایی و منطقه‌ای به خودشون بگیرن، گاهی هم به صورت جنبش هایی که سر و سامانی دارن، گفتمان روشنی دارن، خواسته های مدونی دارن، یا مثلا به صورت فشارهایی که جنبش های سندیکایی و اتحادیه های گروه های مختلف وارد میکنن به صحنه. بنابراین اگر به دهه 90 نگاه کنیم، دهه‌ایه که سراسر شکل های مختلف این اعتراضات به اصطلاح در صحنه جامعه پیدا میشه، معلوم مردم در واقع میخوان از فرصت حضور در فضای عمومی و خیابان استفاده کنن برای اینکه مستقیما خواسته هاشون رو مطرح کنن. حالا اگر اینها گروه هایی هستن که سازمان یافته هستن، اینا رو به صورت مثلا اعتراضات صنفی سازمان میدن، اگر گروه های بیکار توی دست های شهری هستن به صورت شورش های شهری این ظاهر میشه، یا به صورت اعتراضاتی که مثلا کشاورزای اصفهان نشون میدن، به شکلهای مختلف دارید شما به صحنه میان، یا مثلا دختران انقلاب، زنا به صورت گروهی که به سا خواسته ای دارن و دیگه نه اون فضای به صلاح پارلمانی که بشه رفت مثلا باهاش گفتگویی کرد و با مجلس چونه زنی کرد، اون فضاهایی که به در دهه 70 فراهم بود یا اوائل دهه 80 فراهم نیست، یا کمپینی که مثلا برای ریاست جمهوری برگزار میشه یه صحنه ای بشه برای ارائه این بحث ها به بالا. بنابراین اعتراضات شکل دیگر رو پیدا میکنه. پس این دهه دهه‌ایه که در واقع ما میتونیم بگیم جنبش های اجتماعی زبان اصلی بیان خواسته هاست، زبان اصلی سیاست به جای دعوا در بالا. خب این نکته مهمیه که ما رابطه جنبش رو با جامعه سیاسی، حالا حتی اگر سیاست های جناحی در واقع دیگه انعکاسش نیست، ببینیم. یه کاری که کم شده در ایران و به هر حال یه جور دیوار فاصلی کشیده میشه بین انگار جنبش چیزی کاملا در نفی حکومت، هیچ تأثیری هم روش گذاشت نمیتونه بگذاره، و این طرف دولت یه چیزی کاملا مستقل از جنبش، اینطور نیست. اگه ما برگردیم مثلا به دهه 70 نگاه کنیم، شما وقتی شورش های شهری سال 1371-72 اتفاق افتاد در دولت رفسنجانی، خب این اعتراضات تو شهر مشهد بود، تهران بود، در همون زمان هم انگیزش در واقع تخریب خانه های
غیر رسمی بود، تخریب مسکن خودساز بود. خب انقلاب اصلا بخشی فرصت دادن به مردم بود برای ساختن برای خودشون، برای رفع این بحران ها، و مردم باور نمی کردن مثلا یه دهه خورده گذشته از انقلاب وقتی که نظم مدرن سازی شهر دوباره داره احیا میشه در شهرهای بزرگ، اینطور یورش آورده شده به سکونتگاه های غیر رسمی. بنابراین شروع کردن به اعتراض، مقاومت، و خب در اون مقطع این سرکوب شد. حتی مطبوعات در حدی آزاد نبود که جامعه با خبر شه که مثلا در حاشیه شهر تهران، مثلا در جاده ساوه چه اتفاق افتاده، یا مثلا مشهد متوجه بشه. ولی تأثیری که گذاشت این نبود که بعد از سرکوب، این نبود که موضوع فراموش شه. این گشوده بودن نظام سیاسی به فشار از پایین به این صورت بود که یه دستگاه عریض‌طویلی در وزارت مسکن راه افتاد برای اینکه شناسایی کنه بحران رو در حاشیه ها و برای اینکه راه حل بده. و این دستگاه عریض‌طویل بالاخره در طول زمان، ستاد به اصطلاح اسکان غیر رسمی که به وجود اومد، با شهرداری ها وارد گفتگوهای طولانی شد برای بهسازی این اجتماعاتی که وجود داشت. و حتی مثلا سال 1380 با کمک گرفتن از تجربیات کشورهای دیگه غیره، یه سندی تصویب شد که هیچ سکونتگاهی تخریب نشه. من هیچ سکونتگاه غیر رسمی تخریب نشه مگر در شرایط استثنایی، مثلا فرض کنین زیر دکل برق غیره بیسن. صحبت من این هست، شما میبینید که چطور یه به اصطلاح شورشی که فاقد حداقل سازمان هست و فاقد حداقل رسانه هست برای اینکه بیان کنه خودش رو، قادره که در تغییراتی رو در ساختار سیاسی ایجاد کنه. طبیعیه در اون ساختاری که اقتدارگرا هست، پیشنهادهایی که اون موقع شده بود، خود از تجارب جهانی استفاده می شد که آقا باید این محلات شورا داشته باشن، شوراشون یه حقی برای حضور در مجامع تصمیم گیری داشته باشه، مثلا ایجاد نشد. یا مثلا اگر شما به تجربه ترکیه نگاه کنید، در خیلی وقتا جامعه مدنی حق داره که به اصطلاح در این جوامع سازماندهی کنه، فعالان شهری هستن، اینا حتی کیسا رو به قوه قضاییه میبرن، دونه دونه بحثایی میکنن. ولی در ایران خیلی این سازمان یافته از بالا بود و اون عناصر به اصطلاح اجتماعیش هم تقویت نشد، ولی نهایتا ایدئولوژی و سیاست جناحی این گشایش رو داشت اون موقع که حتی بین جریان محافظه‌کار و جریان اصلاح طلب توافقی بر سر این که باید به این مسئله رسیدگی بشه و یه فکری بشه. ببینید، این یک نمونه بود از این که چطور یک نظامی که اقتدارگرا هست، مطبوعات و حاشیه و اقلیت درش حضور مستقیم و بیان مستقیم و فرصت و به اصطلاح چیز تضمین شده ای ندارن برای ابراز وجود، چطور به اصطلاح تحت تأثیر جریانات بیرون از خودش قرار میگیره و عکس العمل میکنه بهش. وقتی ارتباط بین این اکثریت با بدنه سیاسی کم و کم و کمتر میشه و قطع میشه، در جوامعی مثل ما که سیاست‌های دولت رفاه هم به تدریج با سیاست‌های بازارگرا و آزادسازی‌ها همراه میشه، شما در واقع یک نظام شاهه برآمدن یه نظام دیگه‌ای هستین که موازی با دولت جای اصلا اون دستگاه‌های سیاستگزار اجتماعی و رفاهی سعی میکنه که به نوع دیگه‌ای پاسخگوی این گروه‌های در حاشیه و این اعتراضات باشه. برای مثال، مثلا حالا در فرض کنید شما در یه جامعه مثل مصر NGO ها و اخوان و غیره هستن که دارن این رو پوشش میدن. در تمام طول دهه 80 و 90 که این سیاست های آزادسازی اعمال میشد، در جایی مثل لبنان این حزب الله و عمل و اینا بودن که در مثلا حاشیه نشین های جنوب بیروت داشتن به اینا جواب میدادن. در جامعه مثل ایران چه اتفاقی میفته؟ این نیروها به کی سپرده میشن؟ جنبش های اینا کجا میخواد منعکس شه؟ شما یه جایی میبینید که مثلا آستان قدس، نهادهایی مثل کمیته امداد و غیره میان وسط و به اینا رسیدگی میکنن. یعنی بخشی از تو جوامعی که به خصوص پول نفت هست، به اصطلاح در توزیع با سوزی نفت در بالا، بخشش به دستگاه‌هایی داده میشه که به جای اون دولت رفاه و دستگاه‌هایی که باید مسکن تهیه میکردن، رسیدگی میکردن به اینها، اینها
پوشش بدن. و شما میبینید که هر چقدر نظام رفاه اجتماعی عقب میشینه در ایران، این دستگاه ها مأموریت های بیشتری میگیرن برای اینکه به صورت حالا مشتری مدار در واقع گروه های رو تحت پوشش قرار بدن. این مددجوها اگر متعلق حالا به آستان هستن، اگر به کمیته امداد هستن، در این حال پایگاه سیاسی اونها هم تبدیل بشن. یه همچین فرمی از سیاست برای در حاشیه ها در نظر گرفته میشه، ولی طبعا بخش های مهمی نمیتونن تو این سیاست زیر پوشش این دستگاه های به اصطلاح موازی برن. برای اینکه مثلا فرض کنید کشاورزا در بخش های مهمی از کشور که به اصطلاح با بحران خشکسالی و تخلیه آبهای زیرزمینی مواجهن، اینا به حال خود رهان و اون سیاست های اولیه پاسخگوشون نیست. یا زنا اصلا هیچ جایی ندارن. وقتی که شما سیاست جناحی به پایان خودش میرسه در ایران و دیگه مؤثر نیست جریان اصلاح طلب، شما جایی برای اینکه زنا اعتراضاتشون رو بتونن منعکس کنن و اون جنبش به اصطلاح خاموشی که در فضای عمومی هست، حالا اسمش رو ناجنبش بذاریم هرچی، برای تغییر سبک زندگی این بتونه یه چونه زنی هم در بالا پیدا کنه، نداری. بنابراین اینا به اون اعتراضاتی که عرض کردم در از آغاز دهه 90 شاهدش هستیم منجر میشه. این اعتراضات موضعی و موضوعی در ابتدا، یعنی شما مثلا شاهد این هستین که در یه مقاومت هایی در مثلا برای تخریب خونه ها، داستان مثلا آسیه رو اگر به خاطر بیارید، در شروع میشه به اصطلاح این اعتراضات عمل کردن. یا مثلا فرض کنید در جاهایی میبینید که میخوان فرماندار رو عوض کنن، میخوان مثلا شهردار رو عوض کنن، اعتراضات به این سمت در واقع میره که صداشون رو در یه حوزه محلی به گوش برسونن. ولی فرایند هی پیچیده تر میشه. به این صورت فرایند پیچیده تر میشه که شما مثلا در با سیاست های ناگهانی مربوط به قطع سوبسیدها و مربوط به قیمت بنزین سال 96 و 98 دو تا به اصطلاح شورش بزرگ شهری دارید که ابعادش گسترده است. یعنی از بابت اینکه تعداد شهرهایی که درگیرن مثلا در 98 تا 80 تا شهر میره، ولی به هم پیوسته نیست و خواستها خیلی موضعیه، مشخصه، علیه مثلا افزایش قیمت بنزین، علیه گرانی به موضوعات مشخص. مثلا سال 96 شما شاهد اعتراض دختران انقلاب هستید که در واقع به موضوع حجاب دارن اعتراض میکنن، حجاب اجباری، خیلی با سیستم ساده و با یه پرفورمنس خیلی عادی در ایستادن برای سکو دارن خواستشون رو مطرح میکنن. نکته ای که در اینجا وجود داره، ما با رشد این اعتراضات و شیوه های به اصطلاح نشون دادن خواسته ها از پایین، تظاهرات، حالا با اعتصابات کارگری مواجه هستیم، هر روز یکی از این اصناف در خیابان هست اعتراضشو داره میکنه، سیاست جناحی فقط این تأثیر رو پایانش باقی نگذاشته که شما در پایین شاهد پیدا شدن اشکال تازه بیان خواسته ها باشید، بلکه در داخل نظام هم یه تأثیر کلیدی گذاشته و اون اینه که باندها، دستجات، محافل جایگزین جناح ها شدن. یعنی رقابت سیاسی وقتی به صورت جریان های سازمان یافته به اصطلاح به حاشیه میره، رقابت برقرار میشه بین جریان های کوچیک. یعنی کسی دیگه مایل نیست به این دو جریان اصلی تعلق داشته باشه، برای اینکه حالا جریان اصولگرا و محافظه کار به نوعی دوچار ریزش درونی شده و تغییر و تحول از مثلا سنتی به جریانات آبادگران و احمدی نژاد و غیره. جریان اصلاح طلب هم به نوعی بعد از 88 دوچار درگیری و فروپاشی شده و هیچ کس مایل نیست یا به هر حال تعلق به این دو جریان کاهش پیدا میکنه. چیزی که مسلط میشه حلقه های کوچیکی، حالا حلقه هایی که خانوادگی هستن، محافلی که شفاف نیستن، حول نهادهای مختلف شکل میگیرن و توی این در واقع در تحول از سیاست جناحی به سیاست محفلی و دسته ای، اتفاقی که میفته فروپاشی دیوان سالاری دولت.
یعنی شما شاهد این هستین که مثلا فرض کنین نهادی مثل هلال احمر که تو دهه 70 یکی از نهادهای به هر حال پیشرو در مملکت بود، در مقیاس‌های بین‌المللی کارش به اصطلاح قابل بحث بود، به نهادی تبدیل میشه که قادر نیست حتی در یک دهم عمل کرده مثلا گذشتش رو در مواجهه با سوانح داشته باشه، میخواد این زلزله باشه، سیل یا هر چی دیگه. حجم اختلاس و تصرفا و توزیع نامشروع منابع و غیره به حدی میرسه که شما هر روز یه افشاگری دارید، چون اینها هم وفاداری جز به اون حلقه و محفل کوچیک خودشون ندارن. اصلا این پدیده هی افشا کردن این فساد، افشا کردن اون اختلاس و اینها یه ابعادی پیدا میکنه که تقریبا در میدونید که جای دنیا سابقه نداره. و شما مداوم فکر میکنید که خب آیا این ابعاد اختلاس قبلا هم بود؟ آیا الان داره رخ میده؟ یا الان داره رخ میده بیش از گذشته، ولی دستگاه های کنترل کننده ای که مثلا یه سر و سامانی بدن و نظامی که به این برخورد کنه و جمعش کنه وجود نداره. این توضیح این که چرا صحنه سیاسی به یه همچین وضعیتی تبدیل میشه، که اهم از این که شما مثلا فیلم از زندان پخش در افشای قوه قضاییه یا فیلم از مثلا سیسمونی خریدن برای یک به صورت خانواده یکی از سیاستمدارا و مثلا چهره های مقامدار مملکت باشه، شما شاهد از جزئی به کلی، کوچیک به بزرگ، شاهد فساد در همه عرصه‌ها هستید. هر روز از شورای شهر تا مثلا اعضای شورای شهر تا اعضای پارلمان و مجلس و دولت اخباری دربارشون منتشر میشه، امامان جمعه، مثلا نیروهای نظامی اینا، که یه فسادی اتفاق افتاده. حالا دیگه بانک و اینا رو نمیگم که اصلا در آغاز این مسئله بود و ابعادش چه شوکی به جامعه وارد کرد. نکته در واقع این هست که شما با یه ساختار سیاسی مواجه هستید که دیگه جناح‌ها و احزاب و اینا توش تعیین کننده نیستن. این محافل هم کل قدرت‌های مختلف که میتونه روحانیت باشه، میتونه نظامیان باشن، میتونه جاهایی باشه که منابع داره توزیع میشه و منافع اقتصادی منحصر متمرکز شده، سیاست بین اینهاست. طبعا سیاست به مفهومی که برای مردم معنا داره نیست، یه سیاست زد و خورده، یه سیاست حیف و میله، و در واقع در روند خودش همونجور که اشاره کردم دستگاه‌های مختلف رو ازشون سلب قدرت میکنه. مداوم این نهاد جدید تشکیل میشه برای اینکه مثلا جایگزین اون نهادی بشه که در دولت قبلا وظیفه معینی داشت، برای اینکه اون منابع رو به سمت خودش جلب کنه. بنابراین حجم این نهادهای موازی که عرض کردم بهتون، در مثلا شروع میکنن به سیستم مشتری مدار در واقع جلب کنن، دیگه این بار حتی مشتری مدار هم نیستند، یعنی دارن کاملا برای منافع خودشون عمل میکنن. من بحثم رو میخوام با دو تا نکته خاتمه بدم. اگر این 20 دقیقه ای که دارم فکر میکنم الان یه 7-8 دقیقه ازش باقی مونده، این مسئله رو با این بحث ادامه بدم که اشکال اعتراضی بسته به اینکه نیروی اجتماعی چه امکاناتی برای بیان خواستهای خودش داره متفاوته. شما میتونید مثلا از خیزش‌های کاملا بی سازمان و اعتراضی به مسائل موضعی مثل مسائل مربوط به زلزله و سیل و غیره نگاه کنید تا شکل‌های خیلی سازمان یافته‌تر و منسجم‌تر مثل اعتراض هست. اینه که جامعه قوی میشه بر اثر این خیزش ها، قوی میشه برای اینکه حتی کمپین های مثلا انتخاباتی پیدا کرده بود که بره مطرح کنه و اینا، خب اونا به هر حال یه تمرینی برای دموکراسی بود. حتی رای داد ایجاد میکرد، ولی این بار وقتی مردم جمع میشن برای اینکه زندانیانی رو برن مثلا با پول خودشون آزاد کنن، وقتی جمع میشن برای اینکه برن برای سیل زده ها کمکی رو ببرن، یا اشکال مختلفی که به هر حال جامعه به خودیاری میپردازه در عکس العمل به فروپاشی دولت
در عکس العمل به اون به صلاح دسته‌ای شدن و محفلی شدن سیاست در بالا و غیره، جامعه در واقع داره همبستگی های خودش رو میسازه و باز میابه، همونطور که همبستگی های مهمی در رابطه با مثلا دختران انقلاب به صورت خاموش در جامعه به وجود اومد، در واقع یه جسارت و یک بیانی پیدا کرد که ما لازم نیست حتما بریم مثلا با مجلس یا در یک کمپین انتخاباتی با رئیس جمهور در این مورد بحث و گفتگو کنیم، میتونیم فردا نپوشیم، تو ماشین روسری رو سر نگذاریم. این شکل‌های خودمختار شدن جامعه در مقابل سیستم کلیدیه، یعنی دیگه منتظر نمیشه که یه فضا پیدا کنه بره بحث و توافق کنه، چونه بزنه ببینه حالا کدوم امتیاز رو میتونه بگیره یا غیره، شروع میکنه به اصطلاح خودش در واقع بیاره اون عناصری رو که میخواد در زندگی خودش و این همبستگی ها گسترش پیدا میکنه. و به همین دلیله که وقتی یه اعتراضاتی مثل مثلا 96 و 98 پیش میاد، دیگه مثل 72 یه چیزای خاموش در جامعه نیست. این فقط مسئله تأثیر مدیا نیست که ما بگیم که 71 72 رسانه‌ای وجود نداشت، دوربین موبایلی وجود نداشت که این خبرها رو بده. درسته که رسانه وجود داره، هر صحنه امروز میتونه به تصویر تبدیل شه و چیز نادیده نمیمونه، ولی در این حال توجه کنیم که جامعه به عنوان یه بدنه همبستگی های درونی داره میسازه. در اون دوره انقدر به این همبستگی ها متکی نبود، به نیروهای بالا متکی بود، اونا رو خطاب قرار میداد، میخواست اونا بیان تو محل و ببینن و درمان کنن. این بار میخواد مردم دیگه بشنون، فشار بیارن و مثلا وادار کنه به عقب نشینی، وادار کنه از طریق اعمال قدرتش. این مسئله قدرت سازی در از طریق جنبش های مسئله کلیدیه. نکته که من دارم این هست که در دموکراسی هایی که حاشیه ها و اقلیت ها حق حضور دارن، یعنی دموکراسی هایی که با اتکا به پایه اکثریتشون اقلیت رو حذف نمی کنن، این پدیده شکل گیری قدرت در جامعه و بیان خواست مستقیما در درون جامعه و اعمال فشار از طریق خیابون پدیده بیگانه ای نیست. شما در کنار ما کشور همسایه ما ترکیه رو نگاه کنید، تمام داستان اسکان غیر رسمیش در واقع به جای اینکه مثل ما از بالا حل شه، از جنبش های پایین و مقاومت های پایین حل شد، به این دلیل که صاحبان املاک غیر رسمی مالک های بزرگ بودن و دولت نمیتونست یک سره اینها رو بذر و بخشش کنه، رسمی کنه، بیاره تو. اینا مجبور بودن اجاره بدن بابت اون خونه ها. بنابراین فعالای شهری بودن که اینا رو کیس به کیس میبردن به دادگاه، دفاع میکردن بر اثر عمر یه سکونتگاه، مقاومتی که برای طول مدتی که مردم اونجا زندگی کرده بودن و مقاومتی که برای بودن در اونجا داشتن، کیسا رو میتونستن موفق کنن، یا شکست میخوردن و تخلیه میشد یا مجبور بودن اجاره ها رو بپردازن. بنابراین این مسئله خیابان، بیگانه شدن جامعه سیاسی ما با مسئله فشار در خیابان، اینکه خیابان در طول دو دهه فقط در تصرف نیروهای محافظه‌کار، هر وقت میخوان از نماز جمعه گروه‌های رو راه میندازن و میارن و اعمال فشار میکنن، ولی این طرف هیچ وقت از خیابان برای اعمال فشار تا جنبش سبز استفاده نمیکنه. این یه پدیده‌ایه که فرهنگ سیاسی در ایران رو محافظه‌کار کرده، یعنی در جریانات اصلاح طلب و در حکومت این تصور ایجاد شده که حالا ما در قانون اساسیمون حق تشکل و اجتماع در خیابان رو داریم، نه تنها اون به رسمیت شناخته نمیشه بلکه هر اجتماعی اختشاش تلقی میشه. من عرضم این هست که در این ویژگی جمهوری های اکثریت پایه است و وقتی اینها اکثریتشون رو از دست میدن، جمهوری هایی که اقتدارگران و اکثریت پایان، اون اقتدارگرایی خیابان رو دشمن میبینه، هر لحظه فکر میکنه هر اتفاقی در خیابان میتونه بود و نبود سیستم رو به چالش بکشه، در حالی که شما میبینید 8 مارس شاید ده ها هزار نفر در استانبول به خیابان آمدن، از زنان گروه های مختلف که معترض بودن، زنان کرد در اونجا بودن، حتی ما فریاد این جنجیان آزادی رو در میون جمع معترضان استانبول شنیدیم. و دولت همیشه دولت
اونجا به اعتراضات عکس العمل داشته، پلیس هست، محاصره میکنه، حتی ممکنه گاز اشکاور هم بزنه. ولی اینکه این تظاهرات یه امر ضد دولتی تلقی شه، خب بحثشون اینه که چرا اجازه نگرفتین یا در این خیابون نباید برگزار میکردین. خب ملت اصرار دارن در قسمت‌های معینی از شهر که در معرض دید هستن ظاهر بشن، دولت میخواد در یه جاهای معینی اونا رو قرار بده. ولی این بحث حادی که خیابان به سرعت سرکوب میشه و به نظر من یکی از عواملیه که به سرعت میرونه به سمت یک رادیکالیزمی جنبش ها رو، این شکل به هر حال در این کشورها وجود نداره. نمونه دیگهش پاکستانه، اینا هم باز اقتدارگرایی های اکثریت پایان، دو تا خانواده مدام دارن با هم رقابت میکنن، بوتو میره خانواده شریف میاد، خانواده شریف میره اون میاد، حالا یه جایی هم مثلا عمران خان یه سلبریتی میاد مثلا یه دوره حکومت میکنه. ولی شما نگاه کنید که اونا چطور برخورد میکنن با به اصطلاح نیروهای که اعتراضاتشون رو دارن به صورت مستقیم میگن. علت این که این اتفاق در ایران میفته اینه که اون جریانات به اصطلاح اصلاح خواه یا اصلاح طلب در ایران از بالا تشکیل شدن، به هر حال از یه خانواده سیاسی انقلابی بودن، تو درون دهه 60 در دل یه جامعه سیاسی بودن که انقلاب کرده یا انقلابیون اسلامی که به هر حال تو دهه 70 تبدیل شدن به جریانات مختلف، و در جوامع دیگه این جریانات از پایین قدرت گرفتن. یعنی شما اگر برگردید مثلا به حزب رفاه در ترکیه میبینید، خب این بعد از تو جریان کودتای حکومت نظامی ها یه جریانی که از پایین بسیج میکنه، از پایین میاد قدرت میسازه، شهرداری مثلا استانبول رو میگیره اردوان و بعد از اونجا میاد توی مجلس، بعد میاد توی سیستم. بنابراین اینا با بسیج اجتماعی بیگانه نیستن، با بسیج از پایین، ظرفیت خیابان، اینا چه پدیده هایی براشون نیست که از ابتدا مثلا ضد انقلاب تعریف بشه. نه، اینا جزی از پروسه به اصطلاح سیاست سازی براشون بوده. خب ما یه جایی ناگزیریم با این فرهنگ محافظه‌کار در کشور برخورد کنیم، با این فرهنگی که خیابان و تشکل و اعتراضات رو خیلی در شکل محدود سندیکاییش صرفا میپذیره و اونم تازه دستگیر میکنه باز سازمانده های اون اعتراضات رو. اختشاش ممکنه نخونه، ولی به صورت روزمره در طول 10 سال گذشته اینا رو تحت فشار قرار داده. گروه هایی که اون تشکل رو ندارن شکلهای دیگه از خیابون استفاده میکنن و این شکلهای دیگر رو ما مثالاش رو زدیم و اشکالش رو میشناسیم، میدونیم، میتونه برای توی دستا و گروه های چیز که با خشم بیشتری به سیستم برخورد میکنن شکل شورش پیدا کنه و تخریب اموال عمومی و غیره، برای گروه های دیگه میتونه یه شکل سازمان یافته تری داشته باشه و مثلا مسالمت آمیزتر، ولی باز هم در چارچوب مثلا اتحادیه و سندیکا و غیره نیست، از جمع آمدن و ساخته شدن جمع در خیابان در واقع ناشی میشه. من فکر میکنم جنبش ژینا در محل تلاقی بحران‌های متعدد ساخته شد. یکی بحران اون فروپاشی سیاست‌های جناحی و پایان اصلاحات و دورانی که چند سالی در واقع مردم برای بد و بدتر رأی می‌دادن، ولی بالاخره متوجه شدن که به سیاست محولی و باندی با این نوع رأی دادن اصلاح نمیشه. بنابراین یه ناامیدی عمیق از اینکه اون باندها و گروه ها قادرن راهی به اصلاح آینده باز کنن در جامعه شکل گرفت. بدنه مهمی در این جنبش جوان ها هستن. من با تعبیر نسلی مخالفم، حالا اگر بعدن فرصت شد توضیح میدم. به نظر من این بحران جوانیه، جوانی مقطع معینی از زندگی یه نسلی که باید امکانات اینو براش فراهم کنه که به بزرگسالی به صورت امن گذار کنه، و در ایران فرصت‌های عبور به بزرگسالی فراهم نیست.
بچه ها نه شانس کار پیدا کردن، خونه گرفتن، ازدواج کردن و امکاناتی رو که برای عبور به بزرگسالی لازم دارن در اختیار ندارن و یک بحران عظیمی هست برای اینکه این 12-15 میلیون نفری که در این گروه سنی هستن، این به صورت همزمان در شهرهای مختلف فارغ از این که متعلق به چه فرهنگ و قومیت و طبقه‌ای بوده اومده تو خیابون. یعنی من برای این 2 میلیون نفری که برآورد کردم در جنبش اخیر به اعتراضات خیابانی پیوستن، منظور من اعتراضات نوع دیگه در خونه ها شعار دادن الله اکبر یا نامچند شعار زن زندگی در پشت بوم و غیره نیستش، منظور من کاملا به اصطلاح مشارکت های خیابانی، محاسبه کردم و اعداد و ارقامش موجوده. این 2 میلیون وقتی که در 160 شهر و چندین روستا به خیابون میان، یه مسئله مشترک دارن و اون مسئله مشترک علاوه بر این که مسئله خشونت نسبت به زنا، بیحقی زنا و سلب حد اقلهایی که برای زندگی معمولی احتیاج دارن، با مسئله جوانها و بحران عبور به بزرگسالی گره خورده. و یه جنبش دیگه به هر حال قومی هم ما داشتیم که دیگه میدونیم کردستان و بلوچستان نقش کلیدی داشتن در تداوم این جنبش. بنابراین من میخوام این بحثم رو اینجا تموم کنم که شما با وضعیتی مواجه هستید که به دلیل یک دست کردن حکومت، جریان هایی که واقعا جناح و گروهی نیستن که یه پایگاه اجتماعی گسترده‌ای در جامعه داشته باشن، با سیاست های خیلی محافظه کار و راست به قدرت میرسن از نظر فرهنگی و فکر میکنن میشه به هر حال به دهه 60 برگشت، خدای دهه 60 و دهه قرن جدید در واقع همونه، و شروع میکنن فشارهای اجتماعی برای بازسازی همون روابط فرهنگی و طبیعیه که عکس العملی که در مقابلش ما میبینیم با بازگشت گشت ارشاد و فعال شدنش در خیابونها، صحنه هایی که با مقاومت شدید این نسل جوان زن مواجه میشه و همدلی نسل های قبل تر باهاش، و شما عملا خیابونا به صحنه جنگ تبدیل میشه. یعنی قبل از این که این جنبش اصلا بروز و ظهور پیدا کنه، ما چند ماهه که خیابونامون تبدیل به صحنه درگیری شده، صحنه ای که به کشواکشه، چون اینها مقاومت میکنن مثل نسل های قبلی نیست. حالا این خودش تاریخچه امر به معروف و پلیس اخلاقی رو در ایران میطلبه یه موقعی بحث کنیم که ظرف مثلا 3 دهه 4 دهه اصلا تارگت گروه هدف اینا چطور تحول پیدا کرد و چطور اینا از یه پروژه اکثریت علیه اقلیت، یعنی اکثریت زنا یا اکثریت فرهنگی، به پروژه تبدیل شدن که پروژه اقلیت فرهنگی بود علیه یه اکثریت زنانی که خواهان این شیوه از حجاب و پوشش نبودن. ولی نکته سر اینه که اعمال شدید و غلیظش از 1400 یه سالی صحنه جنگ کرد خیابونها رو، تو این مقاومت ها همبستگی ساخته شد. من اشکال دیگه همبستگی رو هم شمردم که وقتی جامعه رها میشه به خودش، اون همبستگی ها چجوری در حوزه های دیگه برای کمک به حل مسائل دیگه ساخته شده. در اینجا شما خیلی شاهد این هستید که تو مردم میان بی تفاوت وای نمیستن، عکس العمل میکنن. خیلی تفاوت داره صحنه با مثلا 1396 داستان دختران انقلاب. و تو این قضیه به هر حال خود پلیس وقتی اعلام میکنه، مثلا سال 96 بود تا 97 بود اعلام کرده بودن که ما مثلا در روز داریم تذکر میدیم به ده ها هزار نفر، در یه سال به 3.6 میلیون نفر مثلا تذکر دادیم در شهر. خب یه ارقام عجیبیه دیگه، نشون میده که این در واقع چطور پروژه تبدیل شده به تحمیل فرهنگ اقلیت به اکثریت. و از این جماعت هم 180 هزار نفر رو فرستادیم زندان، یعنی محکوم شدن. شما این داستان یکی از خشونت‌های خیلی آشکار دولت
به صورت روزمره در زندگی، و طبیعیه که این پتانسیل خیلی بیشتری داره از بسیار بحران جوونا که اشاره کردم، اونم گسترده است ولی اینقدر خشونت نسبت بهش آشکار نیست تو لایه های پایانتره پنهانی تره، مثلا تبعیضات اقتصادی تو استخدام و بیکاری و غیر است، ولی اینا به هم میپیونده و یه جنبش خلق میشه که در واقع سراسریه، یعنی کشور رو در بر میگیره. شاید یه مناطق محدودی هست مثلا در میون شهرهای بالای 100,000 نفر، در مجموع شاید مثلا 20 و چند شهرن که توش اعتراض اتفاق نمیفته، مثلا شهرهایی هستن در خوزستان، در کرمان، در مناطق به اصطلاح مرکزی و جنوبی کشور و در خراسان، حتی در سیستان بلوچستان به جز مثلا زاهدان که به دلایل دیگه‌ای به جنبش پیوست، شما شهرهای خاموش رو داری، شهرهای غایبن از این، ولی به هر حال از یه چیزی حدود 1,000 شهری که بررسی شده، واقعا تمام شهرهای بزرگ و شهرهای متوسط یعنی در 100,000 نفر به بالا تو جنبش هستن. خب این جنبش یه ذهنیت گذار، یه ذهنیت انقلابی رو مطرح کرد، برای اینکه 10 سال درگیر این سیاست محفلی بود و امیدش رو از دست داده، کاملا به صلاح تغییر گفتمان رو ایجاد کرد ولی توانش رو نداشت. توانش رو نداشت برای اینکه گروه های دیگه ای تو جامعه که در سیاست مثلا سندیکایی حرکت می کردن و غیره، جور دیگه می خواستن پیش برن و بنابراین نپیوستن به اعتراض. من می خوام علی رغم این، امروز که مثلا 2-3 ماهی از فروکش کردن اعتراضات خیابانی گذشته و با اینکه جنبش به هر حال زنده بودن خودش رو به شکلهای دیگه ای و خواست خودش رو داره مطرح می کنه، تمرکز بدم بر تأثیراتی که این بر درون جامعه سیاسی باقی گذاشته. به نظر من این مسئله در واقع آشکار کردن این که جریان اصلاح طلب فرهنگ محافظه‌کاری داره در مسئله سیاست و آمادگی نداره که وقتی تبدیل شده به محفل و تبدیل شده به حاشیه، در واقع به شکل‌های دیگه بسیج اجتماعی رو بیاره، آشکار کرده نیاز به نیروهای اجتماعی تازه یا پوست‌اندازی نیروهایی که به هر حال قبلا هم در این صحنه‌ها بودن ولی به اصطلاح کلیدی نبودن، حاشیه بودن کاملا، فعالتر شدن اونها رو نیاز بهش رو مطرح کرده. در خود نظام هم یک نوع عقب نشینی به نظر میرسه نهایتا ایجاد شده، برای اینکه این نظامیه که گرچه که خط قرمزهای زیادی داره، از جمله مثلا مسئله حجاب، از جمله مسئله مذاکره و سیاست خارجیش پاشنه آشیل مهمی براش شده، ولی در یک پرتگاهی هم در این حال قرار گرفته که جنبش با نشون دادن این که در واقع نارضایتی گسترده است در جامعه، به فهم شاید به فهمی که ممکنه به هر حال اعلام نشه به فهمش، ولی کمک کرده در جامعه سیاسی، به فهم بحران ها کمک کرده، فرصت نادیده گرفتن رو کم کرده. من به تبلیغات خیلی آشکار رسانه ای کار ندارم، ولی به هر حال در جامعه سیاسی گفتگوهایی در جریان در فضای غیر رسانه ای که به رسمیت شناخته شه وجود این اعتراضات، و به نظر من میرسه که نهایتا ما ممکنه شانس اینو داشته باشیم که یه بازسازی در جامعه سیاسی موجوده بود، احزابی که به محافل تبدیل شدن اتفاق بیفته، یه بازارایی نیروها، احیاء احزاب با سیاست‌های تازه. ممکن هم هستش که به سمت در واقع یک فضایی بریم که جنبش‌های اجتماعی نیروهای تازه‌ای رو بسازن در فضای سیاسی که الان غیر رسمی هن. الان در فضای رسمی سیاست نیستن، برای اینکه اون جامعه سیاسی به هر حال همیشه یه حاشیه غیر رسمی کنار خودش داشته دیگه، از مثلا نهضت آزادی اول انقلاب تون کنار بوده، حذف شده ولی وجود داشته تا امروز، نیروهای ملی مذهبی غیره. ممکنم هست سناریوهای خیلی منفی تری در پیش باشه که به صلاح دورا و سیکلای
شورش و سرکوب فقط اتفاق بیفته. ما بین این گزینه ها داریم حرکت میکنیم، آینده ناروشنه، ولی به نظر میرسه جنبش به هر حال این تکانه رو به جامعه سیاسی و احزابی که منفعل شده بودن و به حاشیه رفته بودن ایجاد کرده که باید به اصطلاح تکونی بخورن، و این میتونه دیگه فرقی هم نمیکنه که چه جریان سیاسی، بر این که ارتباط همشون گسسته شده، اینکه کدوم شروع میکنه به تغییر و اصلاح و عقب نشینی رو سر و سامان میده، طبعا اون نیرویه که در قدرت، نه نیرویی که در حاشیه است. من صحبتام میخوام با این گفتگویی که به هر حال لازمه در جامعه بین این سناریوها، این آینده نگری های محتمل برای ایران هست تموم کنم. به نظر من اصل مسئله شکل دادن به این گفتگو هاست و نترسیدن و غلبه کردن به اون فرهنگ محافظه کاری که به هر حال تا کنون نپذیرفته بوده که خیابان و جنبش اعتراضی و جنبش های خودجوش علاوه بر حالا جامعه مدنی که جای خود داره، اینها جزئی از سیاستن، زبانی برای بیان خواسته های سیاسی هستن و رژیم هایی که اکثریت پایه نیستن، حالا چین ممکنه چون این اکثریت رو تا یه دهه دو دهه آینده منوز داشته باشه یا دهه های آینده، ممکنه بتونه از این اجتناب کنه، ولی برای بقیه اجتناب از این نوع سیاست ورزی ممکن نیست. باید به رسمیت شناختش. بله، بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم، خیلی هماهنگ و منظم. من تلاش میکنم چند تا از سوالات رو بپرسم تا به دوستان هم برسیم. مسئله اول من این بود که شما یه دینامیکی در داخل ایران توضیح دادین که مبتنی بود بر مسئله تک جناحی شدن سیاست و همینطور مسئله خصوصی سازی، کوچک سازی دولت و کاهش مسئولیت‌های رفاهی دولت، که خب در پی این مسئله فساد شکل گرفته، مسئله محفلی شدن سیاست شکل گرفته و نتایج دیگه. یه قدری علاقه مندم ارتباط این مسئله رو با توی یه فضای بین المللی ببینم. بالاخره تا سال 88 شاید ما بتونیم بگیم که همچنان اون سیاست‌های به قول شما جناحی وجود داشت که یه کم میتونست کمک بکنه به حس وجود نمایندگی سیاسی تو بین اکثریت جامعه. حتی سال 92 هم با ورود آقای روحانی، با توجه به اینکه تابوی مذاکره با آمریکا در میان بود، شاید همچنان میتونست یه اتفاقی بیفته، ولی همزمان با آغاز مسئله تحریم ها یا شدت پیدا کردن مسئله تحریم ها، گره خوردن مذاکرات بین المللی، درگیری توی افزایش درگیری ها تو سطح منطقه، ظاهراً این ماجرای کاهش مسئولیت های رفاهی دولت به خاطر فقیر شدن دولت و از طرف دیگه حذف جریان های سیاسی دیگه به عنوان غیر خودی و عاملان دشمن و نمیدونم جاسوس و مواردی مثل این، به نظر میرسه که ارتباط تنگ و تنگی داره با بحران هایی که تو سطح خارجی وجود داره، مسئله تحریم و شکست تو اون عرصه. اگر نکته ای توی این مسئله هست بفرمایید ممنون میشم. ببینید، من فکر میکنم بنبست سیاست خارجی ما نطفش از دهه 70 گذاشته شد، تو سیاست جناحی هم گذاشته شد، منتها چون جناح ها قدرتمند بودن و با هم رقابت و مذاکره داشتن، بحران آشکار نمی‌شد. یعنی این مسئله که جریان به اصطلاح محافظه‌کار در ایران یا اصولگرایان در تحولی که دهه 60 به 70 پیدا کردن، از اون جناح سنتی بازار که تعارض خیلی شدیدی با غرب نداشت و بلکه بیشتر به هر حال یعنی اهل تجارت بود و مسئلهش بیشتر به مسئله سرمایه‌داری بود و حملاتی که تو دهه 60 به مالکیت شده بود، در واقع از اون منظر اون جناح محافظه کار تلقی می شد در مقابل جناح چپ اسلامی. در دهه 70 جناح محافظه کار خودش رو باز تعریف کرد در قالب مبارزه با امریکا و تهاجم فرهنگی،
و از بحث تهاجم فرهنگی به این سو، و اگر به هر حال گذشتش رو نگاه کنید و داستانی که به اصطلاح کوشش هایی که شد در عرصه فرهنگی با سینمای دفاع مقدس، با جریان آوینی، با جریان های مختلف فرهنگی در حوزه نشر و غیره، کوشش بر این شد که جامعه در مقابل نفوذ فرهنگی غرب واکسینه شه، و اینکه انقلابات همه از بیرون بهشون هجوم نمیاره، بلکه فروپاشی درونی دارن. حالا شما تو 88 میدار اینو جلوش رو توی مسئله چیز دیدید، متهم کردن اینکه اصلاح طلبا انقلاب نارنجی میخواستن مثلا بکنن، یا خب این فرموله شده بود از اون دهه، و مسئله اصلیش در واقع این بود که ما این جریان سازندگی که داره میاد بالا و این جریان قدرتمند مثلا بازسازی اقتصادی، این میره تو پیوند با جهان، و تو این پیوند با جهان نوعی از سرمایه‌داری رو روش میده که اونا میرن آخر سر منحل میکنن، مزمحل میشن در نظام اقتصادی جهانی. بنابراین هم به سیاست های اقتصادی حمله میکرد، ولی به ویژه میدونست که سیاست های اقتصادی آخر سر تعیین کننده نیست، بلکه این نخبگان هدایت میکنن این جریان سازندگی رو، که این نخبگان در فرهنگ مثلا اقتصادی، اجتماعی و سیاسی غرب مزمحل شدن، تا خیلی هاشون تحصیل کرده غرب. پس تو دهه 70 بیس یک تعارضی با جریان اصلاح طلب از در حوزه فرهنگی گذاشته شد. این جریان بسیار جدی بود، ابتدا فقط مسئله فرهنگ بود، بعد مشخص شد که سیاست خارجی خیلی کلیدیه، و ما هرچی جلوتر آمدیم این که سیاست خارجی رو باید اداره کنن و هدایت کنن و گفتگوها رو، به هر حال مسئله رهبری هم بود و قدرتی که رهبری در هدایت این امور داشت، و بنابراین مسئله غرب به یه مسئله، یعنی دشمنی با غرب، و شما اگر مثلا نمیدونم به دهه 40 برگردید، آل احمد غرب زدگی رو مینویسه، ولی کاملا از مدرنیته غربی هم متاثره، یعنی اون در ذات غرب لزوما یک به اصطلاح اژدهایی نمیبینه. اون معتقده که در دوره‌های این غرب استعماری شده، با استعمار غرب مسئله داره، ولی ما در دوره دهه 70 به این سو میبینیم مفهوم استعمار، چون ما یک کشور مستقلی شدیم، از نظر سیاسی اقتصادی وابستگی‌هایی نداریم، میتونیم ضمن مبادله با جهان از الگوهای پیروی کنیم که این وابستگی رو کم کنه، ولی باز تاکید بر اینه که خطر اضمحلال فرهنگی ما وجود داره. این اضمحلال فرهنگی به یه سیاست تبدیل میشه، این سیاست به سیاست خارجیمون در واقع حکم میده، تعیین کننده میشه برای سیاست خارجی ما، که ما یه گرایشاتی به سمت شرق پیدا کنیم و به اصطلاح در اونا سایه استعمار نبینیم و غرب رو کاملا نادیده بگیریم. خب این چون جناح‌ها وجود دارن و دعوا هست، این پیش نمیره. خیلی جاها به هر حال این جناح‌ها نشون میدن، جریانات اصلاح طلبی که در سیاست خارجی ما فعال هستن نشون میدن که چرا منافع ما با بخشی از اروپا، با بخشی از مثلا کشورهای غربی بهتر تامین میشه تا مثلا با چین یا با روسیه. چرا مثلا روسیه رقیب ماست در حوزه اقتصادی، چرا در حوزه سیاسی مثلا حرفی برای گفتن نداره و غیره. این درگیری های جایی به هر حال با کنار زدن جریان اصلاحات به پایان میرسه، و شما شاهد این هستیم که حتی در دوره روحانی وقتی که این موفقیت به دست میاد که در صحنه بین المللی به توافقی برسیم برای این قضیه، جریان های داخلی خوشحال نیستن و خوشبین نیستن به اینکه این توافق دست بده. البته در غرب هم و به ویژه امریکا، شما بر اثر فروپاشی قدرت احزاب سنتی جریانات پوپولیست راست دارید مثل ترامپ. اینا بیش از اون که حزب محور باشن و اون پایگاه سنتی خودشون رو خطاب قرار بدن، اتفاقا توده امریکایی رو خطاب قرار میدن. حالا کارهای زیادی شده روی که پایگاه اجتماعی ترامپ کجا هست و چرا میتونه بخشی از به هر حال طبقات که به طور سنتی با دموکرات ها بودن، اونا رو خطاب قرار بده و رأی از اونا بگیره، قدرت میگیره، و این وقتی به صحنه میاد از اون سیاست معمول تبعیت نمی کنه. یعنی طبعا دنبال فرصت هایی هست، شعارهای علیه مثلا چین بده، شعارهای علیه ایران، و این خروج فاجعه بارش از و زدن زیر تعهداتش
در برجام آشکاره. ولی نکته من سر این هستش که شدتگیری تحریم ها در صورتی که ما مثلا این سیاست ضدیت با غرب این شکل فرموله نشده بود و یه همچین پاشنه آشیلی در سیاست خارجی ما تعبیه نشده بود، امکان پذیر بود برای اینکه به هر حال جامعه امریکا هم ترامپ و یه دوره بیشتر نتونست تحمل کنه و ما برگشتیم به همون جایی که به هر حال در سال 2015 رها شده بود و میشد که بازسازی شه. من فکر میکنم امریکا همیشه با همه کشورهایی که به اصطلاح حالا ما که انقلاب کردیم، حتی اونهایی که استقلال فقط میخواستن در یه چارچوب‌های خیلی چیزتر، سیاست مدارانه تر و غیر انقلابی تری در امریکای لاتین و غیره خوب تا نکرده. شما نگاه کنید چگونه مثلا فرض کنید یک کشوری مثل کوبا رو به فلاکت کشونده، کشورهای دیگر رو در امریکای لاتین به همین ترتیب محاصره میکنه. تحریما ابزاری برای انتقام گیری در سیاست‌های جهانی، بنابراین کاملا تأثیرش رو در سیاست ایران میفهمم. ولی این نکته مهمه که جوامعی مثل ما با تجربه هایی که دارن در طول مبارزه با استعمار چجوری راه های به اصطلاح فرار از این دام هایی که در جلو راشون گسترده شده رو باز میکنن. یعنی شما مثلا به یه جامعه بسیار فقیر و عقب مونده مثل کوبا نگاه میکنی، میبینی چجوری توریسمش رو توسعه میده، یه صنعتی که شما جز اینکه امن باشی، جز اینکه دنیا حاضر شه مسافر بفرسته، نمیتونی اصلا بگردونی. شده نصف اقتصاد مملکت روی یه توریسم داره میگرده، مملکتی که اصلا ابعاد و طول مدت تحریم و محاصره اقتصادیش شگفت‌آور بود که اینا تونستن یه همچین سامانی رو به توریسمشون بدن که از همه جای دنیا داره وارد مملکت میشه در یه نقطه‌ای که محاصره است درست زیر گوش مثلا امریکا توان نداره. یعنی میتونیم بحث‌های زیادی بکنیم روی اینکه ما چطور میتونستیم از رقابت‌های کنونی در دنیای معاصر، از شکاف‌هایی که به وجود اومده، از بلوک‌بندی‌های تازه شرق و غرب به نفع خودمون استفاده کنیم. ولی یک نگاه به هر حال به نظر میرسه جناحی که این نوع سیاست خارجی رو تحت تاثیر یه ایدئولوژی خاص ضد غرب قرار داد که خیلی فراتر از مفهوم ضد استعماری میره. من اینو با ضد استعماری یکی نمی کنم، این واقعا ضد غرب، این چجوری این فرصت‌ها رو گرفته از جامعه. بنابراین تحریم‌ها مؤثر ویران کننده است و ابزار زورگوییه، ولی جوامع راه‌های فرار ازش رو پیدا می‌کنه. بله. سوال دیگه‌ای که در خصوص توفیق یا عدم توفیق این تغییرات و این دوران گذار فرمودین، گفتین یا احتمالاً یه جریان یا یه نمایندگان سیاسی به وجود میان که ما اینا میتونن یه جور به عنوان میانجی شروع بکنن، یه مصالحه‌هایی ایجاد کردن، یا این وضعیت همینطور دو طرف از هم دور و دورتر میشن. علاقه مندم بدونم مثلا فرض بکنید که یه بخشی از این جنبش که یه فرض کنید که یه لایه هایی از اصطلاحاً دیاسپورای ایرانی، ایرانیان خارج نشین هستن که خب اکتای خاصی دارن و ممکنه سبب قطع روابط ایران با تقریبا کشورهای غربی بشن، یعنی به خاطر هزینه هایی که میتونن برای اون دولت ها دولایه افکار عمومی ایجاد بکنن. مواردی مثل این، حالا اینو به عنوان یک مثال عرض کردم، و سایر بخش های جنبش حتی تو خود سیاست بخش محافظه کار قدرت در ایران، چه ظرفیت هایی وجود داره برای اینکه ما به سمت مصالحه حرکت بکنیم، به سمت شکلگیری نیروهای میانجی حرکت بکنیم، یا به سمت افزایش فاصله بیشتر و نزدیک شدن به گزینه‌های نامطلوب‌تر؟ ببینید، به نظر من حکومت در ایران امروزه به سمت، یعنی بالاخره این یه مقدار جمع و جورتر شده و یه صدای یه کمی روشنتری
شنیده میشه که میخواد به سمت بازسازی روابطش در منطقه و در جهان بره با اتکا به حمایت مثلا شرق یا چین. خب این گفتگو با عربستان سعودی و تلاشایی که برای سر و سامان دادن به یک رابطه عادی با این کشور میشه کلیدیه، برای این که به نظر میرسه که سرمایه گذاری هایی که چین در منطقه خاورمیانه میخواد بکنه نیازمند یه بسترسازی برای صلح و خطر جنگ. یعنی یه منطقه تو دنیا که سالهاست درگیر جنگ، انواع جنگ‌های واقعی و نیابتی و غیره توش جاریه و برگردوندن وضعیت عادی به این منطقه برای ما، امنیت ما کلیدیه، برای کشورهایی هم که میخوان سرمایه گذاری کنن توی این منطقه کلیدیه. بر اثر فشارهای این جنبش و اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر و انزوایی که دولت پیدا کرد برای اینکه یه حمایت بین‌المللی گسترده داشت این جنبش و این حمایت موجب شد که کشورهایی که به اصطلاح در جریان مذاکره با ایران بودن محتاط تر شن، ضمن اینکه البته اونا منافع خودشون رو هم لحاظ میکنن. این جنبش به تنهایی نبود، به خصوص اروپا در رابطه با مسئله اوکراین یک بسیج گسترده علیه ایران کرد. یعنی اوکراین، جنگ اوکراین برای اروپا یه جنگ مثل بازسازی جنگ جهانی دومه، مثل آغاز اونه، برای این که اینا شاهد بودن که از یک کشور شروع میشه و چطور گسترده میشه و قاره تبدیل میشه به صحنه درگیری ها. حالا مسئله سوختن مطرح بود و نرسیدن و اینا، اروپا به شدت عکس العمل کرد نسبت به ایران و حمایتی که شاهد بود یا تصور میکرد. به هر دلیل من درگیر اون بحثش نمیتونم بشم، ولی نسبت به ایران عکس العمل ها شدیدتر شده. این انزوا شاید مؤثر بود در این که ایران به فکر بازسازی روابطش تو منطقه بیفته، که خب اگر یه جایی تو دنیا رو از دست دادیم جاهای دیگه هست، اونجاها کجاست، بیایم نگاه کنیم. این تفکر به هر حال نزدیک کرده ایران رو به حکومت‌های مثل عربستان در منطقه. اینا منافع مشترک دارن، میتونن سر نفت چون زنیای مشترک داشته باشن با دنیا و به هر حال چین هم پشت این هم توافق هست. اگر همچین توافقی واقعا پیش بره و انسجام کافی در حکومت باشه برای اینکه مخالفین رو کنار بگذنه، مستلزم توافقهای بعدی هم هست، چون به هر حال چین برای سرمایه گذاری نیاز داره که ایران داخل تحریما نباشه، نمیتونه با ایران تحریم شده مثل عربستان رفتار کنه و حجم پول و سرمایه رو بریزه در نفت و آرامکو، میدونید دیگه شریک شد و اینها. خب مایله که این کارو بکنه و میدونید که در پارس جنوبی چین سالها حضور داشت، شاید بیشتر از همه از ایران رفت، یعنی بیشتر از همه موند برای اینکه ببینه آیا میتونه سرمایه گذاریش رو چیز کنه، متحقق کنه یا نه. بنابراین اینا چیزهاییه که یه مثل قدمهایی که یه دوره برداشته شده، حالا شما بریدی بعد دو مرتبه شروع میکنی و میگی برای تداوم از کجا باید برم، از مثلا سیاست باید شروع کنم، از اقتصاد نمیشه، باید مسائل جنگ و درگیری و اینا حل بشه. این مسئله به نظر من مهمه، ولی در این حال به نظرم میرسه که این هنوز خیلی مقدماتیه. یعنی برای اینکه ما واقعا به یه صلحی تو منطقه برسیم و درگیری ها کاهش پیدا کنه و بشه مثلا برگردیم به برجام، خیلی اراده های گسترده تر رو شاید عمیق‌تری در حکومت باید اتفاق بیفته. من امیدوارم همچین اراده‌ای شکل بگیره، نمیتونم بگم که خوشبینم واقعا که کاملا پیش میره، ولی یکی از شانس‌های ما اینه، یکی از شانس‌های اینه که کوشش جدی و مؤثر بشه برای اینکه برگردیم به برجام. در غرب خب اینها نگاه خواهند کرد، خوشحال نیستن از اینکه چین پاش داره باز میشه تو خاورمیانه، ممکنه حتی این به ضدیت‌های غرب اضافه هم بکنه. این هوشمندی ماست که چجوری ممکنه بتونیم بازی کنیم که هم رضایت
و سرمایه گذاری چین رو داشته باشیم، هم این که غرب دوچار این وحشت نشه که ما کاملا مثلا به ابزار دست مثلا میخوایم بشیم کره شمالی برای چین در مواقع لازم مثلا تهدیدهای موشکی میکنه، میدونید دیگه سیاست چجوری در آسیای دور داره کار میکنه. اینا یه اطمینانای دیگه ای باید داده بشه و فراهم بشه شرایط برای اینکه غرب به اصطلاح برگرده به میز مذاکره، و به نظر من این ناممکن نیستش. در مورد دیاسپورا بحثای مختلفی هستش که باید بهش توجه کنیم. به هر حال جامعه ایران جامعه مهاجر فرسته، این دیاسپورا که داریم ازش حرف میزنیم آدمای بریده از ایران نیستن، آدمای 40 سال پیش نیستن، اینا همه کسایی هستن که شما میدونید مثلا گفتن ظرف 5 سال گذشته 3.5 میلیون خارج شده. من متخصص مهاجرت نیستم، ولی وقتی که به حجم مهاجرها در اطراف و پیرامون خودم نگاه میکنم، در دانشگاه خودم نگاه میکنم، در مثلا شهری که زندگی میکنم، اینا اصلا هر روزه یه موج تازه ای شاهد هستید شما. و این شاید حدود صحبت 7 میلیون نفره، 7 میلیون 8 میلیون مهاجره که عمدش در همین این 10 سال گذشته آمده، یعنی از دورانی آمده که این امید قطع شد به تغییر و تحول. و نکته اینه که اینا احساس پیوند میکنن، احساس پیوستگی میکنن، از اینکه پرتاب شدن به یه جای دیگه جهان لزوماً راضی نیستن، وابستگی هایی دارن و به هر حال خانواده، خواهر، برادر، کسایی که گیرن و در این و این بحران رو درک میکنن، این بحران بن‌بست سیاسی در ایران رو درک میکنن. ولی نحوه بسیج اینها خب حول پدیده دادخواهی بوده. پدیده دادخواهی پدیده مشروعیه برای جامعه ایران، برای اینکه تو دل خود جامعه ایران هم باهاش همبستگی هست و حول مسئله هواپیما و سقوط هواپیما بوده. اینکه از پدیده دادخواهی شما یعنی رابطه دادخواهی با سیاست در ایران چطوره، ما تجارب مهمی تو این قضیه نداریم به عنوان یه جامعه. درسته که گروه های دادخواه داشتیم در طول این 40 سال، ولی این گروه های دادخواه نیست در عرصه سیاست همیشه پس زده شدن، هیچ وقت اینا به میدون آورده نشدن که حرف بزنن و رابطه شون با بقیه جامعه یه رابطه سازمان یافته نیست. بنابراین بله، به هر حال کسی که به اصطلاح نماینده جنبش دادخواهی بوده امروز نماینده یه جریان سیاسی در دیاسپورا شده، لزوماً همون حمایتی رو که در جنبش دادخواهی ازش شد، 70,000 نفر، 50,000 نفر غیره نداره. ولی بالاخره کادرهای سیاسی داخل ایران یا بیرون ایران هم همینجوری ساخته میشن، در جریان یه جنبش ساخته میشن. من فشار برای انزوای ایران رو به نفع جنبش دموکراتیک ایران نمیدونم و به نظرم میرسه این بحث ها به هر حال راه به جایی نمیبره و جنبش دادخواهی نمیتونه فوکسش رو بر سرنوشت آتی یه جامعه بگذاره. باید اجازه بده جامعه و نمایندگی هایی که تو درونش هستن راجع به سیاست خارجی و اینکه کجا میخوان وایسن تو دنیا و چه حد منزوی باشن، چه حد مثلا مرتبط باشن با دنیا، جامعه باید تصمیم بگیره. شما یه بخشی از صحبتاتون درباره فروپاشی داخلی در واقع حیطه حاکمیت صحبت کردید و بر اثر حالا تصمیماتش و عدم تمایل یه سری از اشخاص برای پیوستن حالا به اون جناح‌های سیاسی، مشخصاً جناح‌های اصلی و غیره. از یه سوی دیگه ما محافظه‌کاری در واقع جامعه نخبگانی یا تشکل‌های مختلف رو داریم و اصلا در واقع اگه این ویژگی محافظه‌کاری هم نداشته باشن، اون عدم تأثیرشون حالا بنا به شرایط مختلف رو داریم. حالا تمام اینا باعث میشه که حاکمیت ما در واقع بدون هیچ ابایی، حالا با یه سری از ملاحظات جزئی که در نتیجه این جنبش ها به دستش اومده، بتونه یه سری تصمیماتی رو بگیره و در حوزه رفاه اجتماعی هم اتکا کنه، به همون در واقع صرفاً متکی باشه به همون درآمد درآمدی که در واقع از فروش نفت به دست میاره. حالا این وضعیتی که در واقع منجر به سکون میشه، منجر به خونسا شدن جامعه میشه، یه بخش دیگه شما درباره خودمختاری جامعه توی
تعیین و تغییر نمادها صحبت کردین. حالا این خودمختاریه تا چه حد باعث تحریک این وضعیت خونسا میشه و تا چه حد باعث میشه که از این وضعیت در واقع نمادینه فراتر بره و منجر به تغییرات عمیق تری بشه؟ خیلی سوال مهمی رو داری میکنی، در واقع راجع به اون بخش خاکستری داری میگین که حالا مثلا ما میتونیم بگیم که اگر جوونا اون پایه 10-15 میلیون نفره و زنا پایگاه این اعتراضات بودن، بقیه جامعه کجاست و چه کار داره میکنه؟ خب این اعتراضات بخش متشکلش که داره اعتراضات صنفی میکنه. چرا اعتراضات صنفی میکنه فقط؟ برای اینکه بحران اقتصادی خیلی گسترده است. یعنی اگر یه مملکتی 10 سال در رشد منفی باشه، از جیب بخوره و مستمرن نیروکارو بیکار کنه، وحشت از بیکاری وحشت اولیه میشه. یعنی ببین اینها در واقع این سندیکاها کاملا در موضع دفاعی در طول این سالا حرکت کردن، یعنی برای دستمزدهای عقب افتاده، برای حقوقای داده نشده. حالا درسته که شب عید که میشه مذاکره برای افزایش حقوق و غیره هم میارن اضافه میکنن، ولی عمدتاً برای بیکار شدن، برای بستن واحدها، برای خصوصی سازی و منتقل کردن واحد که داره طرف به جای گردوندن واحد به فروش ملکش فکر میکنه، بنابراین میان بیرون و اصلا اعتراض میکنن به انتقال واحد به بخش خصوصی. پس این دیگه موضع تدافعیه. یعنی جنبش سندیکایی ما در موقعیت تدافعیه. در موقعیت‌های رشد اقتصادی و شکوفایی جنبش‌های سندیکایی به سمت استراتژی های تهاجمی تر میرن که خواسته های بیشتر بگیرن. یعنی اگه شما نگاه کنید که مثلا در چه موقعیتی ساعت کار مثلا 10 ساعت روزانه تبدیل به 8 ساعت تو قبل میشه، میبینی خب این با یه شکوفای اقتصادی همراهه. یعنی وضعیت بهتر میشه، قدرت چانه‌زنی هم بالاتر میره. ما در واقع جنبش هامون برای بستر فقر و توهی دستی و مداوم از دست دادن موقعیت های اقتصادی اجتماعی داره ساخته میشه و این استراتژیاش محافظه کار هست. ولی واقعیت اینه که این مسئله که دولت کاری نمیکنه یا کاری ازش بر نمیاد و که گروه های آزادتر از این به اصطلاح زنجیره های شغلی درکش کردن، مثلا فرض کنید دختران جوان، مثل پسرای بیکار غیره، و شروع کردن به عکس العمل کردن، یه جایی در نهادهای رسمی تره و متشکل نیروی کار هم درک میشه که شما احتیاج داری یه مدار استراتژی هاتو محکمتر بسازی و اعتراضاتت رو، برای که همینجور که میدونید دیگه، مثلا افزایش حقوق امسال رو نگاه کنید، پاداش امسال رو نگاه کنید به نسبت تورم، این چه فاصله عمیقی داره. منتها یه نکته‌ای که وجود داره اینه که همه میدونن که بحران اقتصادی در ایران گره خورده با بحران سیاسی، بنابراین مسئله پیچیده شده. برای اینکه شما باید در شرایطی که نیروهای سیاسی به نیروهای موجود بهشون بی‌اعتماد هستی، احزاب سیاسی، دنبال گزینه‌ای بگردی که اون گزینه بتونه به رابطه ایران و دنیا سر و سامان بده، به مذاکرات صلح سر و سامان بده، به برجام سر و سامان بده، تا وضعیت اقتصادی اون حدی عادی بشه که شما برای رقابت شغلی کردن در یه وضعیت عادی قرار بگیری، نه که 100 نفر برن برای یه شغلی که همش هم پایین تر از به اصطلاح تواناییاشونه دارن براش تقاضا میکنن، یا 1000 نفر برن برای یه شغلی که شما باید به یه وضعیت عادی تری برسید، اون از طریق سیاسته. سیاست هم متحول نمیشه تو بالا مگر اینکه یه نیروی سیاسی این فشار رو، این سازماندهی رو ایجاد کنه و این جنبش ها رو به اصطلاح در اون سمت ببره که این خواستا رو فرموله کنن. شاید اگر اون گزینه دومه که داریم حرف میزنیم، یعنی علاوه بر اراده در بالا برای توافقهای منطقه‌ای و بین‌المللی، ما بتونیم در این مسیرم قدم برداریم که اون بخشی که به صلاح اعتراض خیابانی رو و اون مقاومت در مقابل آشکارا، در مقابل مثلا پلیس و غیره رو شکل مناسب نمیدونست، امروز فکر کنه که به شکل دادن یه نیروی سیاسی و به شکل دادن یه خواسته های مدونی فکر کنه و بیاد تو صحنه. این بستگی به این داره که چقدر اون نیرو، یعنی در یک کنش واکنش متقابل با
نیروهایی که حرکت میکنن. مثلا فرض کنید شخصیت ما الان بیشتر به صورت فرد داریم، فعالان جامعه مدنی، فعالان سیاسی که برای مردم مطرحن، شناخته شدن، حرفشون ممکن، ولی این خیلی ضعیفه و خیلی فاصله داریم. یعنی ما زمان احتیاج داریم برای ساخته شدن این همچین نیرویی و ایجاد ارتباط با این بخش خاکستری. این بخش خاکستری عادت به رأی دادن داشته و از رأی دادن ناامید شده، عادت به خیابون آمدن نداره و در این جنبش نشون داد به خیابون نمیاد. اینکه بین صندوق رأی و خیابان گزینه‌های دیگه‌ای ممکنه مطرح بشه و شکل‌های دیگه‌ای از انسجام سیاسی به وجود بیاد، این ابتکار اون نیروهاست و زمانی که در اختیار ماست. من نمیتونم هیچ پیشبینی خاصی بکنم، کارم پیشبینی نیست، ولی با نگاهی که به جامعه سیاسی و این نیروها میکنم، به نظر من ما فاصله داریم و یک کار مستمر طولانی میبره. هر نوع تلاشی برای میونبر زدن اینجا اون بخش خاکستری رو در حالت انفعال نگه میداره و جوامعی بودن که بخش عمده جامعه منفعل باقی مونده تو فروپاشی، تو جنگ داخلی، تو وضعیت‌های بحرانی. بنابراین به نظرم میرسه که باید زمان و فعالیت و کوشش برای این قضیه، حالا چه امکاناتی در بیرون هست در داخل هست، برای این قضیه باید بعداً بحث شه. ولی من موافقم که بحران ما اون بخش خاکستریه و موافقم که الان اون جلو خودش هیچ گزینه ای رو نمیبینه، یعنی نه اصلاح طلب رادیکالی میبینه که بهش رو کنه، نه نیروی ملی مذهبی و غیره رو صاحب اون جایگاه میدونه. و ببخشید، با توجه به اینکه بیس کنترل جامعه از جانب حاکمیت همون سرکوب بوده، حالا چه نظامی چه از جانب در واقع نهادهای مختلف، به نظرتون اصلا تحقق پذیره که ما بخوایم درباره زمانش هم بحثی پیش بیاد و به نفع چه کسی میتونه باشه؟ ببینین، درباره شدت سرکوب من نمیخوام هیچ کمنمایی بشه، در این تردیدی نیست، ولی اگر بخوام مثالایی بزنم، جوامعی که دچار به اصطلاح موقعیت‌های مشابه ما بودن و به صورت خیلی سیستماتیک‌تر سرکوب شدن و گسترده‌تر هم وجود داره، ازش حرف نمیتونیم بزنیم، برای اینکه این توجیه وضع ماست و کسی نمیخواد به همچی وادی قدم بگذاره. کسی نمیخواد راجع به این که در پاکستان ملاکا تفنگ دارن، دنبال دانشجوها راه میافتن و میزننشون. یعنی شما هر از گاهی یه کشتار دارید از دانشجوهای فعال و اکتیویستی که برای مسئله تقسیم زمین دارن مبارزه میکنن، چون اونجا اصلاحات ارضی نداشته. شما نمیخواین از این حرف بزنین که مثلا در آرژانتین چه اتفاقی افتاد، از حجم ناپدید شده ها. برای چی؟ برای که اینو توجیه وضعیت ماست. مگه ما خیلی حالا بهتر از اونیم که بیایم این بدبختی ها رو برای خودمون بر بشموریم؟ ولی نکته سر اینه که ادامه داره. یعنی شما چجوری پس جنبش دانشجوی توی پاکستان داره کار میکنه؟ از یه طرف یه دولت سرکوبگر و یه ارتش داره، از یه طرف ملاکایی داره که رسماً باندهای مافیایی دارن و این باندها تعقیب میکنن، شناسایی میکنن، برای که دانشجو میرن تو دهقانا کار میکنن و بحث و فلان و تو از این ده به اون ده فلان، اینا به اینا رو پیدا میکنن میزنن. بعد چجوری ادامه پیدا میکنه؟ ببینین، این فرهنگ محافظه‌کاری فقط تو اصلاح طلبا که نیست، تو فعالای ما هم ممکنه باشه. من چون نیستم اونجا، دلم نمیخواد مستقیما درباره این مسئله وارد بحثی بشم، ولی ما باید نگاه کنیم که چند ساله که کار کردیم توی یه نهادی، چقدر براش مثلا انرژی گذاشتیم. ببینید، چون راه مهاجرت ما باز بوده، ایرانی ها عمدتاً اعتراضشون رو به صورت خروج نشون دادن از وضعیت. یه جایی آدم ممکنه، یا یه گروه هایی، من الان اینجور بیشتر میفهمم که خب تمام بچه های طبقه بالا و طبقات متوسط بالا و غیره آمدن، ولی یه جایی الان دیگه در جوانای ما اون بدنه های پایینن که فعال شدن. ببینید، شما برای اولین بار تو این جنبش کسانی دارید که هدن، رهبرای میدانی این مبارزات هستن و تو شهرستان ها
یعنی مثلا چه جوریه که شاهین شهر یه نقطه کلیدیه تو این جنبش؟ خب نداشتیم اینا رو، اینا معنا داره. یعنی که ما از اون مرحله ای که اعتراضات همش به صورت خروج بچه های طبقات بالا بود و اینا داریم عبور میکنیم، این لایه های پایین، این بچه هایی که مال جاهایی هن که نه اونقدر آسونه با بیرون رفتن، نه خانواده اونقدر راغبه، میدونی، نه اونقدر آمیخته است با اون فرهنگا، و اینا دارن سهم خودشون از آینده و اون دشواری های عبور به اون بزرگسالی، اون بحران رو دارن به صدا در میارن، یا زنهایی که شما دارید میبینید در سراسر کشور. پس یه اتفاقی داره میفته، اون زاهدانیه که داره میاد و زنش هم داره میاد، و حتی تو مراسم 8 مارس حالا این گروه مثلا 10-20 نفر است، ولی خب نداشتیم اینا رو. اون دیگه به این راحتی به مثلا رفتن به مثلا مهاجرت به کانادا که فکر نمیکنه. پس یه اتفاق تازه ای داره میفته و یه امیدای تازه ای هست، و اینکه ظرفیت های خیلی عمیق تو جامعه برای تحول ایجاد شده، شما آشکارا از طریق دانشگاه ها میتونی ببینی. واقعا ما تو دهه 70 وقتی اعتراض بود 4 تا دانشگاه بود، شما نگاه کنین 90 تا دانشگاه در این جریان فعال شد، 700 اعتراض کرد، بدنه ساخت، و حالا صحبت 20,000 دستگیری، گاهی 80,000. خب اینا که رفتن اون تو نشستن حرف زدن، راجب رو آینده شون هم لابد حرف زدن دیگه. یعنی به نظر من سرکوب در ایران گسترده است، ولی موارد مشابه زیاد داره. راستش شما در ابتدا راجب جنبش مهسا صحبت کردید و بعد گفتید که حالا ممکنه که بعد از این جنبش های اینچنینی ادامه پیدا کنن در جامعه، حالا یا با گستردگی های در واقع گسترده تر باشه یا کم دامنه تر باشه. بحث اینه که یک چیزی که حالا من خودم به شخصه حالا احساس کردم و نمیدونم تا چقدر درست و غلط هست، اینه که جمهوری اسلامی انگار به سمت چینی شدن شاید بخواد حرکت کنه، و به نوعی همون بحثی که حالا شما در جنبش مهسا اشاره کردید، گفتی یکی از مسائل این هستش که جوانان ما اون مرحله گذار به بزرگسالیشون خوب اتفاق نمیفته، کار ندارن، خونه ندارن، و یا مثلا برای درآمد و ازدواج اینها به مشکل میخورن. شاید جمهوری اسلامی در این مدل جدید خودش در تلاش باشه که از نظر مسائل اقتصادی یک امنیتی در واقع ایجاد بکنه، یک در واقع آرامش نسبی ایجاد بکنه، و بعد در جهت در واقع در مسائل فرهنگی، در مسائل روشنفکری، بحث زنان، بحث حجاب و اینها سختگیریاشو بیشتر بکنه، مثلا طرح چه میدونم صیانت اینترنت و اینها رو داشته باشیم. می‌خواستم ببینم که آیا این اصلا سوالی که دارم مطرح میکنم، آیا صورتبندیم درسته؟ آیا هر وقت که در واقع از سمت رفاه اقتصادی بیشتر میشه، حکومت میتونه از اون ور مثلا رفاه فرهنگی و بحث آزادی و اینها رو محدود بکنه، یا جامعه چجوری جوابشون میده؟ آیا جامعه قبول میکنه یا نه دوباره مثلا اگه مثلا اقتصادش هم درست باشه در مقابل مثلا استبداد فرهنگی باز دوباره مقاومت میکنه؟ شاید حتی مثلا پاسخ خیابان چطور خواهد بود؟ ممنون میشم. ببین به نظر من حدس شما درسته، یعنی یه تفکری ایجاد شده که ما میتونیم به این الگو برگردیم، یه الگوییه که در واقع با اتکا به سرمایه گذاری شرق و مثلا عادی سازی مناسبات با بخشی از جهان یه رشد اقتصادی به دست بیاریم، و به هر حال منابع نفت و گاز ایران هم بی نظیر در دنیا، یه جایگاه خاصی داریم، و با استفاده از این منابع یه رضایت نسبی در طبقات جامعه ایجاد کنیم. این استراتژی خوبی اگر حکومت در پیش بگیره، برای اینکه قدم‌های اول رو برای بازگشایی باید برداره، و این ادغام در بازار شرق مستلزم اصلاح رابطه با غرب هم هست، برای اینکه چین قدرتی نیست که، یعنی یه قدرت منطقه‌ای نیست، یه قدرت جهانیه، و این قدرت جهانی اینقدر آمیخته است با بازارهای مالی غرب و بازارهای تکنولوژیکش و غیره که ممکن نیست که مثلا ریسک کنه که در جامعه که تحریمه و مثلا میتونه به اصطلاح تحریم گریبانش رو بگیره سرمایه گذاری کنه. پس حکومت ما رو تشویق خواهد کرد، و این تشویق هم خوبه، به نفع جامعه است که
به اصطلاح برجام رو احیا کنه. حالا باید دید غرب در این مورد محاسباتش چی هست، از یه ایران چینی شده چقدر وحشت داره تا یه ایرانی که از نظر در وضعیت کنونیش به نظرش فقط مثلا خطر جنگ در منطقه رو تشدید میکنه. خب در سیاست‌های دموکرات‌ها این مسئله هست که در منطقه خاورمیانه صلح برقرار شه، برای اینکه یه مقداری جنگ ها آسیب زده بهشون، یعنی شما نحوه خروجشون رو از افغانستان دیدید، در عراق دیدید چطور عمل کردن، میخوان که، ولی نه این که به هر حال یه صحنه‌ای بشه برای قدرت سازی چین. این یه موضوع پیچیده، یه باید ببینیم چطور پیش بره. برای دولت ما این سیاست مطرحه. من فکر میکنم ولی یه مانع مهم وجود داره که ساختن اون اقتدارگرایی اکثریت پایه که یه نظامه، یعنی یه سیستم در دنیا هست، حالا چه حزب کمونیست در رأسش قرار بگیره، چه مثلا فرض کنید در یه سری از کشورهای امریکای لاتین داریم رژیم هایی که به اصطلاح پوپولیست هستن و این اکثریت رو دارن ولی کاملا اقلیت رو حذف میکنن، مطبوعات آزاد ندارن غیره. ایران بخواد برگرده به یه همچی الگویی که مثلا در دوره رفسنجانی داشته، در دوره احمدی نژاد داشته غیره، این مشکل رو داره که مجموعه انسجام اجتماعی سیاسی در ایران خواهانه، یعنی عبور از این به اصطلاح بن‌بست فرهنگی هم هست. یعنی جامعه ایران علاوه بر شغل، علاوه بر یه روابط عادی با دنیا، خواهان یه آزادی سبک زندگی هم هست. درسته که این خواست در طبقه متوسط ریشه داره، در طبقات پایین تر فقط جوانهاشون رو در بر میگیره، ولی شما به این مسئله جنبش اخیر که نگاه میکنید و گستردگیش و رفتارهای مشابه در سرتاسر کشور در رابطه با برداشتن روسری و تلاش برای این یه نرم تازه ای از رابطه دختر و پسر تعریف بشه، یه نرم تازه ای از معاشرت به صلاح وسط گذاشته شه، تو دانشگاه ها روی این سرویس های به صلاح دید، اما این عکس العمل ها نشون میده جامعه این نحوه سیاست مطیع سازی بدن ها و پیکر ها و اسهان رو دیگه راحت نمیپذیره. یعنی یکی از ویژگی‌های این بحران اینه که برخلاف حکومت‌های اکثریت پایه در جاهای دیگه دنیا که رو سبک زندگی و حوزه خصوصی افراد دخالت نمیشه، اینجا نظام یه دوگانگی رو به جامعه تحمیل کرده که تو باید بیرون یه جور باشی، تو یه جور باشی، و این دوگانگی تو زندگی قدیم که فقط یه گروه زنهای شاغل بودن، اگه شما مثلا به تظاهرات زنها در سال 58 نگاه کنید، یه اکثریتی از جامعه اون پوشش رو داره، بحران نداره. حالا ممکنه 4 تا زن با حجاب هم بیان بگن بابا اینا هم حق دارن، این بیچاره ها هم حق دارن، بالاخره اینجوری زندگی کردن، تو اون تظاهرات هستن چند تا زن حجاب دار، ولی این یه اقلیته. الان یه اکثریتی تعریف حجاب خودش کرده، یعنی در طول این 30 سال اگه دلش خواسته گذاشته، اگه خواسته برداشته، اگر تو خانوادهش رسم نبوده، همیشه بحران داشته که آقا من از در خونه دارم میرم بیرون، باید یه کار دیگه بکنم، یعنی یه چیزی دیگه باید بپوشم، هی باید تو خیابون حواسم، و اینا مسئله است. یعنی به نظر من بخشی از به اصطلاح تضادیه که جامعه حولش بسیط شده که آقا منو ول بکن، یعنی تو مظهر و نماد اخلاقی و الگو نیستی، 100 جاتم از من غیر اخلاقی تره، بنابراین مشروعیت اخلاقی نداره حجاب برای من، پس اگه نداره دیگه یعنی معناش اینه که من باید من فکر نمی کنم که در این حوزه ها بشه و در حوزه اینا، چون یه امر تکنولوژیکه، این تا یه دوره ای کار خواهد که بله اینا این تلاش ها وجود داره، سعی میشه، ولی من فکر نمی کنم حتی چین هم این تکنولوژی و اینترنت که جامعش رو به صلاح مهار شده نگه داشته. این دقیقا همون وضعیتی که ما هم در دهه 60 و 70 داشتیم، اکثریت رو داره. دایاسپورای چینی در خارج از چین
حتی وقتی که سالها مونده و رفت آمد نداره اساس سیاسی نیست. خیلی هم افتخار میکنه به کشورش و به حکومتش برای اینکه متحول کرده، یعنی توفیقی که این حکومت داشته در فقر زدایی، در ایجاد یه طبقه متوسط وسیع و در تبدیل شدن به یه قدرت جهانی که جنگ طلب هم نبوده، برای چینی ها مایه افتخاره و اینه که نگه میداره رژیم رو. یعنی وقتی ما در بیرون در دیاسپورای چینی حتی کانونهای ساده مثلا که همه کشورها دارن، مثلا انجمنهای فرهنگی نمیبینیم، این نیست که مثلا چینیا نفوذ دارن در همه جا اینا رو کنترل میکنن، نه، اینا مثلا وقتی میشینی میبینی از بن از ریشه در واقع غیر سیاسی هستن و خودشون رو درگیر نمی کنن برای اینکه معتقدن این حکومت با همه بدیاش یک به اصطلاح یه قدرت مهم جهانی کرده اینا رو و جامعهشون از فقر و فلاکت نجات داده. شما باید به همچین موقعیتی برسی. من فکر میکنم تنها برای حکومت ما موقعی سیانت و تر سیانت و اینا کار میکنه که همچی توفیق اقتصادی به دست بیاد. و چین فراموش نکنید که به سیاست های بازارگرا تسلیم محض نشده، یعنی شما خیلی از امکانات رو در توزیع میبینید در جامعه، در تا اون عمق جامعه از یه حداقل امکاناتی برخوردارن. حالا مسکنش رو نگاه کنید، اصلا قابل قیاس نیست بهبودی که وضع اینها از نظر بهداشت، آموزش و مسکن و رفاه شهری پیدا کرده. و تو این وضعیت خب بازارگرایی رو فقط جایی وارد کردن که به نفع رشد اقتصادشون بوده، مطلقا نذاشتن به سامانه جامعه لطمات اساسی بزن، در حالی که من نمیدونم ما با چه الگویی وارد رشد اقتصادی میخواییم بشیم. من اگر اجازه بدین یک سوالی بپرسم که ممکنه یه مقدار ظاهرش از جنس پیشبینی به نظر برسه، ولی میخوام اون ادراک شهودی شما رو در واقع در مورد آینده ایران بدونم. فرض کنید که گزینه ها و برگ های خیلی بزرگ مثل نمیدونم سلاح هسته‌ای یا جنگ یا موارد این اتفاق نیفته برای ما که شرایط و زمین بازی رو به صورت رادیکالی تغییر بده، ادراک شما از شکل کلی دینامیسمی که جامعه ایران داره توش حرکت میکنه و تو بلند مدت احتمالاً ابعاد سیاسی و اقتصادی رو مجاب میکنه که باهاش تطبیق پیدا بکنن، به نظر شما چه نوعی از کشور و جامعه و سیاست احتمالاً ما بهش نزدیک خواهیم شد؟ یه مقدار سوالم هم بخوام شفافتر بپرسم، فرض کنید اگر ما امیدوار باشیم که یه مسیر به سمت مدل‌های دموکراتیک تر حرکت بکنیم که به قول شما نقش و سهم اقلیت هم توش توسعه پیدا بکنه، این احتمالاً تو چه قالب‌های خودشو نشون میده؟ به مدل‌های سوشالیست نزدیک میشیم، به مدل‌های کاپیتالیستی نزدیک میشیم و احتمالاً داخل چه نظمی از نظم بین المللی خودمون رو در آینده پیدا خواهیم کرد؟ با یه ذهنیت مثلا یکی دو دهه سه دهه آینده. ببینید من فکر میکنم جامعه ایران آبستن گزینه های مختلفه، واسه همینه که خیلی دشواره پیش بینیش. یعنی اگر شانس یک گزینه زیاد بود شما مطمئن باشید که خیلی ها به سمت ارائه پیشبینی می رفتن، ولی اجتناب ازش به دلیل اینه. یعنی مسیرهای خیلی متضادی میتونیم بریم. علتش هم واضحه. یکی این که فروپاشی به اصطلاح جامعه سیاسی و نیروهای سیاسی و بی‌اعتمادی عجیبی که به اصطلاح به اون ایجاد شده در جامعه تعیین کننده است. این توی معدود هست کشورهایی که این حد از گسست بین جامعه و دولت. یعنی شما با هر مصری حرف بزنید که داره رو کشورش کار میکنه میگه اصلا همچی شکافی انقدر بین دولت و جامعه نیست. این یکی از بحثایی که آصف بیاتم راجع به تمایز ایران و
حس رو میکنه و واقعیت از همه میشنویم. ما این حد از بی‌اعتمادی مثلا به ارتش اصلا بخش مهمی از جوامع اعتماد دارن توی کشورهای مشابه ما. در مورد ما این اعتماد به دلایل مختلف زائل شده به دلیل نوعی که نظامی ها آمدن در اقتصاد و در فرهنگ. بنابراین مشکل این که من فقط میتونم بگم که اگر فرصت داشته باشیم و اگر اتفاقات مثل به هر حال ناگهان اعلام یه قدرت مثلا هسته ای نکنن، نمیدونم ناگهان اتفاقاتی از این دست نیفته، جامعه ایران به دلیل ساختن و بنیه های قوی که داره، یعنی تحصیلات بچه ها، این گستردگی دانشگاه ها، قدرت مطبوعات که در بدترین شرایط مطبوعات تونستن باقی باشن، یه صدای حد اقلی به جامعه بدن، اینا چیزای کمی نیست که ساخته شده و ما داریم. مسئله اصلیمون این میشه که بر الگوی اقتصادی وفاق حد اقلی ایجاد شه. خب از اون دورانی که اونطور به هر حال بازارگراها میتازوندن و به اصطلاح مدعی بودن راه نجات ایران و از اقتصاد دولتی و غیره پیدا کردن و خیلی راحت رابطه اقتصاد دولتی و اقتدارگرایی رو مثل یه خط صاف میکشیدن، ما عبور کردیم. ما دیدیم که خصوصی سازی میشه کرد و اولیگارشی میشه ساخت و اولیگارشی ها چجوری میتونن قدرت رو از زیر تصاحب کنن بدون اینکه دولت مالکیت اون صنایع رو داشته باشه. بنابراین با این تجارب یه افول اون گفته ها پیدا کرده، ولی ما گفتارای به اصطلاح که مسئله اجتماعی رو با دموکراسی خوب بسازه هنوز نداریم. یعنی ما یه گفتار سوسیال دموکراتیک قدرتمند تو ایران نداریم. علتش هم به نظر من به هر حال سردرگمی گسترده جریانات اصلاح طلب در حوزه اقتصاد که اینا نتونستن این گفتار رو بسازن. یعنی این باید یک حداقل پروژه اقتصادی تو دستشون می بود که با یه پروژه سیاسی پیوند بخوره، ولی ما هنوز امروز هم از اونها حرفای روشنی تو این حوزه های اجتماعی نمیشنویم، در بحث تورم، در بحث بحران های اقتصادی که داریم. ولی به هر حال به نظر من جامعه به دلیل این توانی که داره در آموختن و نگاه کردن به الگوها، امروز که از مسئله مهاجرت عبور کرده، به نظر من عبور کرده، یعنی امروز از این که آقا ناراضیم میرم، حالا یه مدار به لایه هایی رسیده که این امکانات شاید نیست و به یه نوع اشباع بیرونم رسیده، بیرونم به هر حال اینقدر دیگه فرصت های گشوده نیست به سمت این، یه امکانی فراهم میکنه که بمونم و بسازم و به نظر من کاملا این توان یادگیری راه‌ها و ساخته شدن این محافل و گروه‌ها هست. من فکر می‌کنم یه بحران خواهیم داشت از نظر سیاسی و ایدئولوژی که به اصطلاح به یه نوع اقتصاد اجتماعی درست برسیم بدون اینکه به دولتی سازی منتهی بشه، از اون طرف به بدنه سیاسی برسیم که برای اون به صورت جمعی کار کنه. یعنی از این فردگرایی که به هر حال در محافل بوده که بخشش هم حکومت تحمیل میکنه، زمان شاه روشنفکرا یا میپیوستن به اون خونه های تنیمی و میرفتن توی خونه ها یا میرفتن توی مساجد. یعنی همین اتفاق اینجا هم افتاده. یعنی شما حزب یه پدیده خیلی چیز دیگه، خیلی مثل خیابان و افتشاش حزب و انحلال و حکومت یکی تلقی شد. این تفکرها باید عوض شد و باید براش مبارزه کرد. یعنی ما باید یاد بگیریم جمعی با کار کنیم، باید یاد بگیریم نهاد بسازیم. به نظر من ما کاملا این ظرفیت رو داریم که به سمت یه اقتصاد اجتماعی حرکت کنیم با توجه به تجربه آزادسازیمون و به سمت یه دموکراسی حرکت کنیم که البته احتمالاً تا مدت‌ها خودش رو بین غرب و شرق تعریف خواهد کرد. هم مطمئن نیست. ما از جوامعی که پیوستن یک پارچه به غربم لزوماً از اقتدارگرایی و دیکتاتوری فاصله نگرفتن. باید با این بازی رو با همه نیروهای جهانی و با فرصتهایی که میده به جامعه کرد. به نظر من این شانس رو داریم و فرصتش هم داریم.
من در مجموع خوشبینم، در مجموع دورانی رو جلو خودمون میبینم که هر چقدر در گوش و کنار دولت به بستن و چیز کردن منافذ حیاتی داره رو میاره که مثلا دانشگاه ها رو محکم نگه داره، نمیدونم اینترنت رو محکم، اینا کاملا جنبه ابزاری پیدا خواهد کرد، بلکه اون نیرویی که از پایین داره میجوشه واقعا گسترده است. بله بسیار خوب. اگر صلاح میدونید، اگر صلاح میدونید یک جنبندی داشته باشین، خیلی خوشحال میشم این جنبندی شامل یه توصیه‌ای هم باشه برای کسانی که به گذار فکر میکنن. و البته همزمان با این ما از مهمانا درخواست میکنیم دو سه نفری که فکر میکنن که میتونن به پیشرفت این بحث کمک بکنن، فکر کردن در مورد آینده ایران رو هم تکملش به ما معرفی بفرمایید. ممنون میشم جنبندیتون رو داشته باشه. من فکر میکنم در پایان صحبتام به طور کلی جنبندی رو ارائه کردم. به نظر من بحران‌های اقتصادی اجتماعی که ما داریم خیلی این چشمانداز رو طبیعی میکنه و محتمل که با زمینه‌های اعتراضی مستمر مواجه میشیم و این که این بار فاصله میدیا و فراخوان دادن در شبکه‌های اجتماعی و تظاهرات خیابانی اینقدر سریع طی نشه، اینقدر کوتاه باشه، بلکه از خلال حمایت تشکل‌ها، افراد، فعالان اجتماعی بگذره، یه نوید این رو میده که خواسته‌های مشخص‌تری در میز گذاشته بشه و برای اون خواسته‌ها بسیج نیروی وسیع‌تری بشه. جوونا به هر حال پیشتازن در جنبش‌های اجتماعی و در انقلابات و با حضورشون تو این جنبش به اصطلاح به یه بنبست سیاسی به نظر من پایان دادن، به یه بنبستی که بین سیاست انتخاباتی و جناحی که دیگه پایان یافته بود و چند سالی جامعه دنبال یه راه دیگه میگشت پایان دادن. اعتراض و جمع شدن و استفاده از خیابان و فضای عمومی رو به عنوان یک عرصه معرفی کردن. امروز این جزئی از فرهنگ سیاسی ما خواهد بود بعد از این که شما با نیروهای سیاسی با دولت مذاکره میکنی، جلو مجلس حرف میزنی، لازم هم شد میایی به خیابون و با صدای بلند اعتراضت رو میگی. این پروسه به نظر من یه تحول مهمه برای اینکه شکلای اعتراض با اینکه کدوم نیروها حرفشون رو میتونن بزنن رابطه داره. یعنی خیابون برای غیر متشکلا، برای اونهایی که نهاد ندارن، اعتماد ندارن، جزو جامعه سیاسی نیستن، تعیین کننده است و خودشو تثبیت کرده. به نظر من حتی نیروهای سرکوب هم علارغم اینکه این جنبش رو با خشونت برخورد کردن، یاد گرفتن که دیگه خیابون رو جور دیگه این نگاه کنن. این البته معناش این نیست که تنها شکل این خواهد بود، امید اینه که بیشتر به صورت به هر حال حرکت‌های منظم و سازمانی یافته و نهادهایی باشه که هدایت و رهبری داره، برای اینکه ما دیدیم که بدون رهبری به چه مشکلی برمی‌خوریم. به نظرم چیزی که شاید در صحبت‌های قبلی کمتر تکیه بود روش این بود که این نهادها باید بتونن به اصطلاح اون رهبران میدانی و کوچیک اون صحنه‌ها رو به یک سطح بالاتری از آموزش به اصطلاح تجهیز به دانش سیاسی و فعالیت اجتماعی بکشونن و ازشون کادرهایی بسازن که در آینده جنبش موثرن. راه درازیه ولی ما توش قرار گرفتیم، ما قدم‌های مهمی رو در رابطه باهاش برداشتیم. برای معرفی هم فکر می‌کنم دوستان مختلفی هستن که میتونن مفید باشن. مثلا اگر با خانم دکتر صادقی صحبت نکردین، نمیدونم با کیا کردین. بله خانم دکتر اگر... صادقی بودن. بله اگر مثلا با دکتر احسانی خوبه در جمع دوستانی که در بیرون هستن، دانشگاهی های بیرون، به نظر من مفید صحبت کنین. شما احتمالا از دوستان داخل دیگه میشناسید، نمیخواید که من مثلا خود آقای صمیمی رو خیلی جالب دیدم وقتی که میبینم که راجب گفتگو حرف میزنه و اینکه آدم بیشتر بشنوه. یعنی این مصاحبه های روزنامه ای سر و دنبوریده است، معلوم نیست کجا. و
به هر حال فعالای مدنی رو که در این دوره بودن، اینا کادرهای آینده هن، یعنی اینا کسایی هن که مردم رو میشناسن، با نیروهای اجتماعی کار کردن و فداکاریشون و به هر حال ظرفیتشون رو برای جنبش. خیلی مهمه که اینا با هم به گفتگو بشینن. حتی به نظر من ترتیب دادن مثلا گفتگوهای دو سه نفره خیلی خوبه، که شما حتما خودتون یه برنامه هایی براش دارید دیگه. من خیلی خوشحالم از این که شماها فعالیت میکنید و یه فضا ساختید دیگه. اگه دوست دیگه هم به نظرم رسید بعدم میگم. ممنون از لطف شما، خیلی خیلی عالی بود، خیلی استفاده کردیم. روز خوبی داشته باشید و خسته نباشید. ممنونم، شما هم خسته نباشید. خداحافظ به همگی. خداحافظ شما. خدا نگهدار. خسته نباشید.